سرخط خبرها. اولین سخنان عمومی حسن روحانی درباره سرنگونی مرگبار هواپیمای اوکراینی به دست سپاه. باید یک دادگاه با قاضی ویژه به ماجرا رسیدگی کند. بعد از اون که برای من مشخص شد یک خطای بسیار دردناک و نابخشودنی انجام گرفته، در همون لحظه من به مسئولین امر اعلام کردم که بلافاصله به مردم اطلاع دهند. ایران میگوید اجساد 100 قربانی سرنگونی هواپیما را شناسایی کرده و 30 جنازه را تحویل داده. بالا گرفتن تنش میان تهران و لندن بر سر حضور سفیر بریتانیا در یک تجمع در تهران. بعضی در ایران خواهان اخراج سفیر شدند. بوریس جانسون از طرح ترامپ برای جایگزینی برجام حمایت کرد. قبل از اینکه برجام از بین برود، ما باید آن را با طرح دونالد ترامپ درباره برنامه اتمی ایران جایگزین کنیم. ادامه وضعیت بحرانی ناشی از سیل سیستان و بلوچستان، ارتباط زمینی بیش از 300 روستا همچنان قطع است. سلام، عصرتون بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اولین واکنش بعد از اذعان سپاه به سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی گفته که می‌داند که فقط یک نفر مقصر نیست و از قوه قضاییه خواسته دادگاهی ویژه برای رسیدگی به این پرونده تشکیل دهد. در همین حال دادسرای امور جنایی تهران از شناسایی پیکر 100 نفر از جان باختگان پرواز هواپیمای سرنگون شده اوکراین خبر داده. هیئتی کارشناسی از کانادا دیشب وارد تهران شد تا از نزدیک شواهد و مدارک مربوط به سرنگونی هواپیمای اوکراینی را بررسی کند. همزمان دیپلمات‌های اروپایی به خبرگزاری رویترز گفتند که 3 کشور اروپایی، فرانسه، بریتانیا و آلمان، امروز در نامه‌ای به اتحادیه اروپا فعال شدن سازوکار رفع اختلاف در توافق برجام را اعلام خواهند کرد. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. در این داستان نمی‌تونه فقط یک فرد مقصر باشه. نه اینکه یک نفر که دکمه رو فشار داده مقصر بوده. واکنش با تأخیر تقریباً یک هفته‌ای رئیس جمهوری ایران. و من میخوام این مسئله با صداقت برای مردم بیان بشه. بعد از فاجعه‌ای که بازتاب جهانی یافت و واکنش دولت مردان کشورهای دیگر را در بر داشت. حسن روحانی سرنگونی هواپیمای مسافربری به دست پدافند سپاه پاسداران را خطایی دردناک و نابخشودنی خواند و خواستار تشکیل دادگاهی ویژه برای رسیدگی به این پرونده شد. آقای روحانی میگوید به مسئولان گفته بوده که باید اطلاع رسانی شود. این یک پرونده عادی و معمولی نیست. تمام دنیا به این دادگاه ما نگاه خواهند کرد. هنوز آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و فرمانده کل قوا واکنشی به این رویداد نشان نداده. و در اولین مواجهه با مامورین هم انگلیسی صحبت می‌کرد و خودش رو هم معرفی نمی‌کرد. همزمان قوه قضاییه اعلام کرده که چند نفر را در ارتباط با این پرونده دستگیر کرده. سخنگوی قوه قضاییه همچنین از حضور سفیر بریتانیا در مراسم عزاداری جانباختگان این حادثه انتقاد کرده و خواستار اخراج او از ایران شده. و اگر شخصی در کشور پذیرنده، چه دیپلمات باشد و چه غیر دیپلمات، عنصر نامطلوب شناخته شد، هم انتظار مردم این است که او را از کشور اخراج کنند و هم قواعد بین المللی این را ایجاب می نماید. پیرو دستگیری سفیر بریتانیا در مراسم یادبود جان باختگان این حادثه، تنش بین ایران و بریتانیا شدت یافته. Clearly Iran, as President Rouhani has said, made a terrible mistake.
صبح امروز بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در گفتگو با بی بی سی خواهان جایگزین شدن برجام با یک توافق جدید شد. ما باید از دستیابی ایران به سلاح اتمی جلوگیری کنیم. این موضوعی است که تحت چهارچوب برجام باید انجام می‌شود. اما اگر بخواهیم برجام را از بین ببریم، نیازمند جایگزینی برایش هستیم. مشکل برجام این است که از نگاه آمریکایی‌ها این توافق منقضی می‌شود و جدای از اینها در دولت باراک اوباما به دست آمده و مشکلات زیادی دارد. قبل از اینکه برجام از بین برود، ما باید آن را با طرح دونالد ترامپ درباره برنامه اتمی ایران جایگزین کنیم. این در حالی است که وزیر خارجه ایران روز گذشته در توییتی بریتانیا را به تبعیت کورکورانه از امریکا متهم کرده بود. پیشتر دامینیک راب وزیر خارجه بریتانیا هم با اشاره به سانحه سرنگونی هواپیمای اوکراینی گفته بود که کشورش در خشم ایرانیان در این باره سهیم است. تهران و شماری از شهرهای ایران طی روزهای گذشته شاهد اعتراضهای گسترده مردمی بود. حالا حادثه شلیک سپاه به هواپیمای مسافربری تهران کیف رویدادهای پیش از آن را به حاشیه برده. خشونت نیروهای امنیتی علیه مردم معترض واکنش گسترده مقامهای سیاسی در جهان را به همراه داشته. اونها پوسترها و بیلبوردهای چهره سلیمانی رو آتش میزنن و شعار میدن سلیمانی قاتل است، چون میدونن که او یکی از معماران سرکوب مردم بود. گزارش ها از ایران حاکی از آن است که اعتراضها به سرنگونی پرواز تهران کیف به رغم جو شدید امنیتی در بسیاری از شهرها همچنان در طول شب ادامه داشته. پرسش بسیاری از ایرانیان این است که چرا مسئولان ارشد حکومتی به رغم آنکه می‌دانستند که هواپیمای اوکراینی با شلیک سپاه سرنگون شده درباره آن دروغ گفتند و با قاطعیت به مدت چند روز این دروغ‌ها را تکرار کردند. شیدا هوشمندی، بی بی سی. و اما دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا دقایقی پیش اعلام کرد که بریتانیا هیچ درخواست رسمی برای خروج سفیرش از ایران دریافت نکرده و اگر که این اتفاق بیفته اتفاق تأسف‌باری برای بریتانیا خواهد بود. این در واکنش به گزارش‌هایی که بعضی از رسانه‌های اصولگرا و نزدیک به حاکمیت درخواست اخراج سفیر بریتانیا از ایران رو کرده بودند. و اما علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر مسائل ایران از تورنتو کانادا با ماست. آقای نامور حقیقی، حسن روحانی بعد از 6 روز بالاخره صحبت کرد ولی صرفاً سوال‌هایی پرسید که بسیاری انتظار داشتند او امروز بیاد پاسخ بده. سوال‌هایی پرسید که سوال بسیاری از مردمه و گفت از مسئولان می‌خوام که پاسخ این سوال‌ها رو بدن. گویی خودش یکی از به نوعی نفر دوم مملکت نیست. با سلام خدمت شما بینندگان محترم. ببینید آقای روحانی به چند دلیل این میشه توضیح داد این روش رو که شما توصیف فرمودید. به دلیل اول اینه که ایشون معتقده که خودش اصلا در مطلع نبوده، بنابراین با توجه به اینکه از جزئیات اطلاع نداشته مسئول عذرخواهی یا توضیح فنی قضیه آقای خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا یا فرماندهان سپاه، بنابراین عذرخواهی رو اونها باید بکنن چون اینها دو روز بعد دیر مطلع شدن. دوم، مسئله کاراکتر آقای روحانی است. کاراکتر آقای روحانی واقعیت اینه که در میان مسئولین کاملا منحصر به فرده. در حقیقت لئونارد مسی توی مقامات در مورد نگاهش به آدم‌ها فاصله گیری از نخبگان، کارمنداش، جامعه و در مقایسه با تمام ریاست جمهوری ها از این بابت نمره 20 میگیره. ایشون کاملا فاصله داره و به هیچ عنوان با افراد نزدیک نمیشه. میگم حتی کارمندای خودش به نظر شما این ویژگی خوبیه یا ویژگی بدیه؟ خب ببینید، این ویژگی من همون سال 90 هم گفتم در یک پروتکلی است که چند تا فانکشن داره. پروتکلی است که در جامعه ایران میتونه تولید اقتدار کنه، چون شما با افراد خیلی نزدیک بشید ممکن اقتدارتون از دست بدید.
این تولید اقتدار میکنه توی فرهنگ ایرانی. از این بابت ایشون فکر میکنه برای حکمرانی و یا اینکه بخواد رهبر آینده جمهوری اسلامی بشه این نیاز داره. ولی از این بابت بد هست که در حوزه روابط دیپلماتیک هم تقریبا کار میکنه و پروتکلی است که کشورها در حوزه دیپلماتیک تا اندازه‌ای با هم رعایت میکنن. البته در یک جاهایی هم ایشون تو حوزه روابط دیپلماتیک خیلی صمیمی میشه که فیلم و عکساش منتشر شده، ولی در حوزه روابط داخلی ایران به خصوص بعد از انقلاب به هیچ عنوان این کار نمیکنه و در حقیقت بسیار منفی است. برای اینکه انقلاب ایران ادعاش این بوده که انقلابی است که اومده اشرافگری رو شکنده، مرزها رو شکنده و علیه طاغوت بوده و در حقیقت یک مرز جدیدی رو در روابط قدرت تعریف میکنه. بنابراین از این بابت اگه نگاه کنید ادعای کل جمهوری اسلامی بوده که مردمی است. شما در مقایسه تا مقایسه کنید با آقای خاتمی، آقای هاشمی رفسنجانی حتی و آقای احمدی نژاد، تفاوت رو در ارتباط با توده ها، با نخبگان و حتی وزرای خود ایشون میبینید. وزرای ایشون 45 روزه وقت پیدا میکنن که ایشون ملاقات کنن. حتی ساختمونی که ایشون توش نشسته، ایشون تخلیه کرد ساختمون رو که افراد کمی رو ببینه، ساختمون شلوغ نباشه. ساختمونی در دوره آقای خاتمی صدها نفر توش بودن. بنابراین این بخشش مربوط به کاراکتر ایشونه که در موارد متعدد بروز و ظهور پیدا میکنه و خب مشکلات جدی ایجاد کرده و باعث شده که افراد دور بشن. شما حتی ببینید ما الان بحران اقتصادی داریم. در طول این مدت ایشون فقط یک بار جلسه گذاشته با کارشناسان اقتصادی و گفته 5 دقیقه شما هر کدومتون میتونید صحبت کنید. یعنی حد رابطه رو من دارم توضیح میدم. این پس بخشش به کاراکتر آقای روحانی برمیگرده. کاراکتریست که به هر دلیلی مردم گریزه، با نخبگان نزدیک نمیشه اونجوری که وظیفش هست و با وزرا هم خودشون پیگیری میکنن که وقت بگیرن با ایشون ملاقات کنن. زمان آقای هاشمی هفتگی اونها رو میخواست. اما در این مورد خاص حالا برای منصفانه باشیم، آقای روحانی فکر میکنه که این مسئولیت آقای خامنه ای که عذرخواهی کنه یا اطلاع رسانی کنه، برای اینکه ایشون رو 3 روز معطل گذاشتن، ایشون نگفتن، بنابراین چرا باید ایشون در مورد موضوعی معذرت خواهی کنه؟ نامبر حقیقی، شما اصلا باورتون میشه که 3 روز رئیس جمهور مملکتی ندونه در حالی که تمام افراد عادی در شبکه اجتماعی داشتن اون ویدیو رو نگاه میکردن، تحلیلش میکردن، پنتاگون اعلام کرد روز پنجشنبه، بعد وقت سخنگوی آقای روحانی میاد میگه که ایشون تا عصر جمعه نمیدونست. اصلا باورپذیر چنین ادعایی؟ ببینید منم اول فکر کردم نباید باور کنم، ولی بعد همون روز اولم گفتم این بسیار خطرناکه. برای که شما نگاه کنید اینا مدعی هن که جلسه شورای عالیت ملی جمعه تشکیل شده، پس یعنی از چهارشنبه که موشک شلیک شده و بعدم هواپیمای مسافربری سقوط کرده شورای عالی امنیت کشور جلسه نداشته. یعنی این خودش بیشتر خطرناک میکنه وضعیت رو به معنی اینکه پس چطوری اداره میشه حوزه امنیتی. لابد مدعی این خواهند شد که عملا آقای روحانی از پروسه تصمیم گیری در مورد مسائل امنیتی کنار گذاشته شده، که خودش نقصی است. آقای روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور، مسئولیت داره که این کار انجام بده. حتی اونها هم بهش خبر ندن، اون مسئولیت داره در این مورد کسر خبر کنه و بدونه که موضوع چیه. متشکرم علیرضا نامور حقیقی، تنگر مسائل ایران از تورنتوی کانادا با ما. اما مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از واشنگتن به ما پیوسته. خانم اورتگاس، بحث درباره قانونی بودن حمله آمریکا علیه قاسم سلیمانی در آمریکا هم به شدت داغ. آقای ترامپ میگه که طرحی در دست داشته که نشون میداده که آقای قاسم سلیمانی قصد داشته به 4 سفارت آمریکا حملاتی انجام بده، اما مارک اسپر وزیر دفاع شما میگه که نه، چنین طرحی وجود نداشته. کدام یک از این سناریوها درسته؟
ما اعتماد زیادی داریم به این دولت و به بحث قانونی بودن حمله و کشتن قاسم سلیمانی. او تروریستی است که ما نابود کردیم. ما توجیه قانونی برای این کار رو داریم، حتی بدون بحث تهدید قریب الوقوعی که خیلی روشنه که او متوجه آمریکا کرده بود. اگر به مقام‌های دولت نگاه کنید، مثل پرزیدنت ترامپ و چیزی که وزیر خارجه پومپئو و دادستان کل همینطور گفته، بحث بازدارندگی نظامی بوده که بحثی است که خیلی روشنه، چون ایران همچنان ادامه داده و ادامه میداده به حمله به سفارت‌های ما، ادامه میداده به برنامه‌ریزی برای حمله به سفارت‌های ما. در سال 2017 یکی از نیروهای شیعه شبه نظامی که اونها پشتش بودن و از اونها حمایت مالی و آموزشی میکنن، مسئولیت قتل یک شهروند آمریکایی رو به عهده داشت. بنابراین با توجه به کارهایی که این رژیم در سالهای اخیر مسئولش بوده، این قضیه توجیه داره. و دیگر مهم اینه که یادآوری کنیم قاسم سلیمانی نه فقط مسئول قتل صدها آمریکایی است، بلکه مسئول کشتن و مقصر در کشتن صدها هزار مسلمان در کل خاورمیانه است. و این یک مسئله شرم‌آوره که کل خاورمیانه باید این رو یادآوری کنه. رؤسای جمهوری قبل از آقای ترامپ هم راجع به اینکه از دید اونها آقای قاسم سلیمانی خطرناک بوده برای آمریکا اتفاق نظر داشتن، اما به دلایل بسیار واضحی تصمیم گرفتن که او رو به قتل نرسونند. الان که به تبعات کشتن قاسم سلیمانی نگاه میکنید و بحرانی که در منطقه ایجاد شده، فکر میکنید واقعا ارزشش رو داشت این کار؟ نه فقط ارزشش رو داشت، همونطور که پرزیدنت ترامپ گفت، خیلی زودتر از اینها باید انجام میشد. من قدردان هستم از اینکه در دولتی کار میکنم که رئیس جمهور ما و وزیر خارجه ما میتونن تصمیمات دشواری بگیرن که آمریکایی ها رو امن‌تر میکنن، سیاست خارجی ما رو قوی‌تر میکنه و به دولت و به جهان نشون میده که رئیس جمهور ما تحمل نمیکنه حمله و کشتن و لطمه زدن به شهروندان ما و پرسنل نظامی ما و دیگران. ولی همین بحران نظامی که ایجاد شده خانم اورتگاس باعث شد که بحرانی اتفاق بیفته که سپاه پاسداران به گفته خودشون به اشتباه 176 آدم بیگناه رو بکشه. احساس نمی کنید که آمریکا هم مسئولیت این مرگ‌ها به عهده شه؟ در سوالی که شما می‌پرسید دو نقص اساسی وجود داره. نقص اساسی اول اینه که این یک حمله، یک بحران نظامی بوده. بحران نظامی در کار نیست. نیروهای نظامی آمریکا تحت پرزیدنت ترامپ قوی تر از همیشه هستند و بعد از اینکه مشکلات بودجه و تامین مالی داشتن، در دوره ترامپ این قضیه حل شده. مشکل دومی که شما دارید اینه که شما از کشتن یا از قتل استفاده میکنید، از لغت assassination استفاده میکنید. این از نظر ما قتل نیست. ما این حق رو داریم که هر تروریستی که به آمریکا حمله کنه، ما این حق رو داریم که به هر تروریستی که به آمریکا حمله میکنه او را از میان برداریم. ولی لطفاً به من یادآوری کنید نکته سوم شما. بله، الان به خاطر آوردم. شما درباره هواپیمای غیر نظامی گفتید که آیا آمریکا تقصیری داره، مسئولیتی داره در سقوط این هواپیما؟ به هیچ وجه. و من فکر میکنم که این سوال واقعاً، خیلی بخوایم رو راست بگیم، سوال توهین‌آمیزیه. ایرانی‌ها از یک موشک استفاده کردن که هواپیمای خودشون رو بزنن و روزها در این باره دروغ گفتن، به مردم خودشون دروغ گفتن، به دنیا دروغ گفتن. و دولت‌های دیگر، کانادا، اوکراین، بریتانیا، آمریکا و جهان، دست اونها رو خوند و دست اونها رو کرد. تنها کسانی که مسئول ساقط کردن هواپیمای اوکراین هستن رژیم تهرانه. و اینکه بخوایم این شایبه رو ایجاد کنیم که ایالات متحده هیچ گونه تقصیری در این باره داره، به صورت اساسی توهین‌آمیز و توهین به ایالات متحده آمریکاست و کاملا فاقد هر گونه پایه اطلاعاتی است. ولی متشکرم از اینکه در این باره صحبت کردید. خانم اورتگاس، نمیشه تاریخ رو به یک هفته و ده روز گذشته در واقع خلاصه کرد. اگر که دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای که به هر حال یک توافق بین‌المللی بود خارج نمی‌شد، اگر که تحریم‌های شدیدی علیه ایران وضع نمی‌کرد، اگر که ایران رو وادار به واکنش نمی‌کرد، اساساً فضا به این سمت پیش نمی‌رفت که ما الان به اینجا برسیم.
نه، من فکر میکنم که شما در کل طول این مصاحبه همچنان دارین پروپاگاندای رژیم تهران رو ادامه میدین و من متاسفم که شما همچین تصمیمی گرفتید. رژیم تهران مسئول رفتار خودش هست. اونها این رفتار خودشون رو در سال گذشته داشتن، نه فقط به خاطر اینکه این دولت، نه به خاطر اینکه این دولت از برجام خارج شد، بلکه به خاطر 40 سال تاریخ رفتار ایران. در دو دهه اخیر قاسم سلیمانی رئیس نیروی قدس سپاه پاسداران بوده و او نیروهای تروریست و شبه نظامی رو در سراسر منطقه تغذیه کرده، در رهبری برنامه موشکی بالستیک ایران که تهدیدی است علیه آمریکا و متحدانش نقش داشته. اگر شما به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل نگاه کنید، اگر به قطعنامه‌های امنیتی اتحادیه اروپا نگاه کنید، اگر به برنامه های تروریستی مقابله با تروریسم ایالات متحده نگاه کنید، هدف همه اینها مقابله با این خطر تروریستی بوده و این فهرست فهرست بسیار بلند بالایی هست. بنابراین هیچ بحثی نمیشه کرد، هیچ بحثی نمیتونه وجود داشته باشه درباره کاری که سپاه در گذشته کرده، سپاه پاسداران، و در واقع برجام میلیاردها دلار پول برای اینها، برای ایران فراهم کرد که این رفتارهای شرورانه خودش رو در منطقه ادامه بده و تامین مالی کنه. و در برخلاف دو دهه اخیر، در این دوران اخیر پرزیدنت ترامپ گفتش که نه، ما دیگر به ایران اجازه نخواهیم داد که تروریسم خودش رو در منطقه ادامه بده، ما اجازه نخواهیم داد که شما موشک‌های بالستیک بسازید بدون اینکه کسی شما رو وادار به پاسخگویی کنه، ما به شما اجازه نخواهیم داد که سلاح هسته‌ای داشته باشید. بنابراین ایالات متحده داره نقش بازدارنگی ایفا میکنه در برابر رژیم تهران و هیچ کس مسئول رفتار رژیم تهران نیست جز خود این رژیم. اونها میتونن مثل یک رژیم نرمال، مثل کشور نرمال رفتار کنن اگر که بخوان، اما عوض اون دارن رفتار دیگری میکنن و خب این باعث شده که پرزیدنت ترامپ تصمیم سختی رو که گرفته بگیره. فکر میکنید آیا خروج آقای ترامپ از برجام منطقه رو امن‌تر از گذشته کرده؟ فکر میکنم اگر شما بخواید که خاورمیانه را امن‌تر کنین، رژیم ایران باید مثل کشور معمولی و نرمال رفتار کنه و ما ادامه خواهیم داد به برقرار کردن بازدارنده ها، عوامل بازدارنده ها، و هر کاری که در توانمون هست خواهیم کرد تا آمریکا رو امن‌تر کنیم. بهترین راه اینه که رژیم ایران احساس جسارت نکنه تا بتونه که خاورمیانه را دچار آشوب کنه. متشکرم. مورگان اورتگا، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا. بیننده ویژه برنامه بی بی سی فارسی برای پوشش خبر کشته شدن 176 نفر ناشی از سرنگونی هواپیمای بوئینگ اوکراین توسط سپاه پاسداران هستید. به گفته مقام‌های ایران تا اینجای کار دست کم پیکر 100 نفر از قربانیان شناسایی شده و 30 پیکر به خانواده‌های اونها تحویل داده شده. کماکان پوشش ویژه ما ادامه داره. همزمان به نظر میاد که بحران بین ایران و بریتانیا، تنش در واقع بین ایران و بریتانیا بیشتر از گذشته شده. دادستان تهران خواهان اخراج سفیر بریتانیا شده. سفیر بریتانیا در مراسم یادبود قربانیان این پرواز حضور داشته و برای مدت کوتاهی بازداشت شده، ولی پس از اون عده‌ای از اصولگراها و تندروها در ایران خواهان اخراج او از این کشور شدند. اما دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا اعلام کرده که در درخواست رسمی برای خارج کردن سفیرش از تهران دریافت نکرده و اعلام کرده که موجب تأسف بریتانیا خواهد بود اگر فشار به بریتانیا وارد بشه برای تغییر سفیرش در این کشور. امروز همچنین حسن روحانی بعد از 6 روز سکوت بالاخره درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی صحبت کرد و گفت که میدونه که فقط یک نفر مقصر نبوده و از قوه قضاییه خواسته دادگاهی ویژه برای رسیدگی به این پرونده تشکیل بده. بخشی از سخنان آقای روحانی رو بشنوید. من از لحظه‌ای که احتمال دادم که سقوط این هواپیما به صورت طبیعی و عادی نباشه، تلاش فراوانی کردم که دوران بررسی و تحقیق کوتاه شود. بلافاصله بعد از اون که برای من مشخص شد
یک خطای بسیار دردناک و نابخشودنی انجام گرفته، در همون لحظه من به مسئولین امر اعلام کردم که بلافاصله به مردم اطلاع دهند. من در اینجا به همه خانواده‌های عزیز جانباختگان در ایران و در سایر کشورها، همونطور که با رهبران و مسئولین اون کشورها هم تلفنی صحبت کردم، اولا قول میدم دولت با همه توان و امکاناتش پیگیر این مسئله باشه. مسئله بسیار مهمی هست. قوه قضاییه باید یک دادگاه ویژه با یک قاضی عالی رتبه و ده‌ها کارشناس تشکیل بده. این یک پرونده عادی و معمولی نیست. تمام دنیا به این دادگاه ما نگاه خواهند کرد. من به دلیل کم و بیش آشنایی که با مسئله پدافند هوایی دارم عرض می کنم که در این داستان نمی تونه فقط یک فرد مقصر باشه، نه اینکه یک نفر که دکمه رو فشار داده مقصر بوده. این دیگرانی هم هستند و من می خوام این مسئله با صداقت برای مردم بیان بشه. سوال دیگری که برای مردم مطرحه این که آیا از زمان روشن شدن این حادثه تا اعلام زمان طولانی بوده، یعنی یک روز دو روز طول کشیده، یا فقط چند ساعت بوده؟ این هم من از مسئولین میخوام برای مردم توضیح بدن. من به عنوان نماینده ملت ایران و رئیس جمهور این مسئله رو دنبال خواهم کرد و در مراحل بعدی به هر نتیجه‌ای ما برسیم به مردم خبر خواهیم داد. حسن روحانی بود. قوه قضاییه اعلام کرده که چند نفر را در ارتباط با پرونده شلیک به پرواز تهران کیف دستگیر کرده. سخنگوی قوه قضاییه امروز در جمع خبرنگاران گفت که آمریکا مسبب اصلی این اتفاق بوده. او همچنین اعلام کرد که تحقیقات کمیسیون‌های تخصصی در جریان است. بررسی خواهیم کرد که جنگ افروزی آمریکا به عنوان سبب اصلی بروز این حوادث چه نقشی در بروز این حادثه داشته است. وقتی که ما سبب و مباشر رو همه ابعاد رو بررسی می‌کنیم، همه این موضوعات در دستور کار بررسی است در بخش‌های مختلف. انشالله نتیجه انجام خواهد شد و تحقیقات مفصل انجام شده، افرادی هم بازداشت شدن، رسیدگی مراحل اولیه کار خودش رو داره طی می‌کنه. از لحظه شروع کار هنوز حدوداً 72 ساعت کار قضایی ما گذشته. اما جاده های 390 روستای سیل زده استان سیستان و بلوچستان مسدود شده و همین موضوع کمک رسانی به مناطق سیل زده را با مشکل روبرو کرده که همزمان با بارندگی های 20 تا 22 دی در سیستان و بلوچستان به ویژه نیمه جنوبی این استان، راه ارتباطی 890 روستای استان به طور کامل قطع شده بود. احمد علی موهبتی گفته 783 روستای سیستان و بلوچستان دچار قطع برق و 245 روستا هم با قطع آب روبرو بوده. رسانه های ایران برآورد کردند که سیل تا حالا 900 میلیارد تومان به این استان خسارت وارد کرده. همکارم کاوه مشکات اینجا در استودیو با ماست. کاوه، بیشتر بگو راجع به وضعیت اونجا. مشکلاتی که در حال حاضر مردمی که در مناطق سیل زده گیر افتادن، حدود میدونیم 120 هزار
سیل زده هستند که در روستاها و در بعضی از مناطق گیر افتادن. بحث اصلی بحث امداد رسانی هست. در خیلی از جاها به خاطر اینکه همونجور که گفتی جاده ها مسدود شده و اصولا هیچ راهی برای دسترسی به روستاها وجود نداره، تنها راه پرواز با هلیکوپتر هست. ما دیروز داشتیم که خب فکر کنم تنها یک یا دو هلیکوپتر به اون منطق اعزام شده بود، امروز این تعداد به 7 هلیکوپتر رسیده و عملا تنها هلیکوپتر میتونه به این مناطق بره و مواد لازم رو، غذا و چادر رو بین مردم تقسیم بکنه. مسئله دیگه ای که منطقه سیل زده باش مواجه هستن، ما میدونیم حدود 783 روستا قطعی برق دارن و 245 روستا هم قطعی آب دارن. در مناطقی که قطعی آب وجود داره، ما در خبرها داشتیم که ساکنان منطقه سیل زده مجبور شدن که وسایل خودشون رو با همون آب گلال